هنر رندانه به تخم گرفتن، نویسنده مارک منسون، مترجم ارشاد نیکخواه. سخن مترجم: چرا این کتاب رو ترجمه کردم؟ وقتی تقویم اوایل زمستون 97 رو نشون میداد، من موجود بی سمت و سوی بودم و مسیر شغلی پیش روم تار و مه گرفته بود. از خونه نشینیم خسته شده بودم و تنها کاری که با یقین میتونستم این بود که این زمستون خط ساحلی جنوب رو سفر میکنم. یک سفر طولانی با پایین ترین هزینه ممکن. برخلاف خیلی از سفرهای قبلیم، این سفر رو نه برای فرار از دردهای نهان وجودی و روانی، بلکه برای کشف یک مسیر روشن برای آینده رویا پردازی کرده بودم. از طریق دو دوست به ماجرای سفر با دوچرخه کشیده شدم و بعد از چند ده کیلومتر تمرین راهی یک سفر طولانی دوچرخه سواری شدم. از شیراز به بوشهر به هرمز 42 روز سوی جاده بودم. 1400 کیلومتر رکاب زدم و در آخرین روزهای سفر به جوابی که دنبالش بودم رسیدم. کتابی که در طول سفر با هم بود و کلی به هم حال می داد رو ترجمه کردم. اینجوری بگم که طرز خیلی کلاسیکی آب در کوزه بود و من دور جهان می گشتم. البته اگر دور جهان نمی گشتم، به احتمال فراوان متوجه آب داخل کوزه و شاید خود کوزه نمی شدم. این کتاب پرفروش فقط سال اول 2 میلیون نسخه فروخت. در مورد معنای زندگی، از دیدگاه یک آدمی که پستی بلندی های زیادی توی زندگیش داشته، کلی سفر کرده، بی بند و باری و تعهد رو تجربه کرده، پناز و بددهنه و خیلی هم خوب قصه تعریف میکنه. کتابی که خیلی جاها تو رو تسلیای خاطر میده، خیلی جاها حرفایی دردناک ولی ضروری بهت میزنه، بارها تو رو به جلو هل میده و دردها و مشکلاتی که داری رو به دردها و مشکلات بهتری تبدیل میکنه. روی کتابهای خودیاری که مثبت اندیشی قلابی رو ترویج میدن فاتحه میخونه و فرهنگ این روزهای بیشتر بخواه، بیشتر خوش باش، بیشتر بخر، بیشتر باش و از زاویه فلسفی و بعضن پژوهشی جلوی چشمات قهوه‌ای میکنه و در این قضیه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو در ردیف اول اتهام قرار میده، چون خب اینها قبل از اینکه رسانه باشن بنگاه اقتصادی هستن و اثر کردن و سرگرم کردن توده با اخبار و اطلاعات پول در میارن. فکر کنم خودت تا الان دیگه حد زدی که مارک منسون در این کتاب اصلا نمیخواد بگه بی خیال دنیا و قانونهاش، همه چی رو به هیچی بگیر و به چیزی اهمیت نده. نه اصلا، مارک به همچین آدمی میگه خود محق بین، چون این آدم ها نمیخوان قبول کنن که زندگی بدون مشقت وجود نداره و میخوان همیشه خدا حالشون خوب باشه، ولی زندگی واقعی اونجوری نیست که زندگی پر از مشکلات، شکست و نارسایی هاست و باید یه جوری باهش کنار اومد. بهتره بر اساس ارزش ها و معیارهای درست و حسابی اندک چیزهای مهم زندگیمون، اون چند تا رنجی رو که دوست داریم براش به آب آتیش بزنیم رو انتخاب کنیم و بقیه ارزش ها، معیارها و در نتیجه گزینه ها رو به هیچ بگیریم. کتابش خیلی روان، رندانه و خوندنیه. همین که شروع کنید گیر میفتید، چون این آدم خیلی خوب قصه تعریف میکنه. قصه اخراج یک گیتاریست از متالیکا رو تعریف میکنه و در مورد ارزش ها و معیارهای الکی که ما آدم ها برای خودمون انتخاب میکنیم حرف میزنه. قصه LSD زدنش رو تعریف میکنه که به یک نکته فلسفی در مورد معنای زندگی اشاره میکنه.
کلی هم بددهنی میکنه، همه رو به هیچ میگیره. من هم توی ترجمه سعی کردم دنبال روی همین اصل باشم. در نتیجه با ادبیات خودمونی رفتم سراغ ترجمه کردنش، یعنی همون لحن و واژگانی که در معاشرت‌های روزمره برای دوستای نزدیکم استفاده می‌کنم، چون به نظرم اینجوری روان‌تر، ساده‌تر و با همون همخواست‌تره و خیلی به سبک نوشتاری نویسنده نزدیکه. ممکنه یه جاهایی با حرفای نویسنده موافق نباشید، مثل خودم، ولی مطمئنم بعد از خوندن این کتاب آدم حال بهتری پیدا میکنه و آدم باحالتری میشه. فصل 1، تلاش نکن. چارلز پوکوفسکی یک الکلی خانومباز بود، یک قمارباز ولگرد و خسیس، یک تنبل از زیر کار در رو و در بدترین روزهاش یک شاعر بود. احتمالاً آخرین آدمی باشه که برای پندهای زندگی برین سراغش، یا اینکه توی کتاب‌های خودیاری چشمتون به اسمش بخوره. و دقیقاً به همین دلیل این آدم بهترین کیس برای شروع کردن این کتابه. بوکوفسکی می‌خواست نویسنده بشه، ولی سال‌های سال هیچ مجله، روزنامه یا انتشاراتی کارهاشو چاپ نمی کرد. بهش می گفتن نوشتهاش افتضاحه، ناپخته، مشمئز کننده، مستحجن و از لحاظ اخلاقی منحط. و همینجور که نوشتهاش بیشتر و بیشتر با دست رد مواجه می شد، سنگینی بار این قضیه چارلز رو به یک افسردگی فرو برد که بیشتر طول عمرش باش بود. بوکوفسکی یک شغل تمام وقت در اداره پست و قسمت بایگانی نامه ها داشت. چند قاس پول می گرفت که بیشترش رو خرج مشروب می کرد. بقیهش رو هم با قمار روی اسب به فنا می داد. شبها تنها مشروب می خورد و بعضی وقتا شعراشو مثل چکش روی دکمه های ماشین تحریر قرازش می کوبید. بیشتر وقتها صبح کف اتاق بیدار می شد، چون شب قبلش پاشیده بود. 30 سال به همین منوال گذشت که بیشترین یک تصویر مات و مبهم بی‌معنا از الکل، قمار و زنهای تنفروش بود. وقتی بوکوفسکی 50 سالش شد، بعد از یک عمر شکست و نفرت از خود، سردبیر یک نشر مستقل علاقه عجیبی نسبت به چارلز پیدا کرد. نمیتونست به بوکوفسکی قول پول آنچنانی یا فروش زیادی بده، ولی مهر زیادی به اون پیدا کرد. در نتیجه تصمیم گرفت یه شانسی بهش بده. این اولین فرصت واقعی بود که به بوکوفسکی داده شده بود و خودش هم میدونست که احتمالاً تنها باریه که این شطور دم خونش میخوابه. بوکوفسکی به سردبی نوشت: دو گزینه بیشتر ندارم. توی اداره پست بمونم و عقلم رو از دست بدم، یا اینکه بزنم بیرون و با ماشین تحریرم بازی کنم و از گشنگی بمیرم. تصمیمم رو گرفتم. میخوام از گرسنگی بمیرم. درست بعد از امضا کردن قرارداد، بوکوفسکی اولین رمانش رو در عرض 3 هفته نوشت. خیلی ساده اسمش رو گذاشت اداره پست. در قسمت تقدیم نوشت: تقدیم به هیچ کس. بوکوفسکی به عنوان یک رمان نویس و شاعر میترکنه، به موفقیتش ادامه میده و 6 رمان و 100 شعر منتشر میکنه و بیش از 2 میلیون نسخه از کتاب‌هاش در سراسر دنیا فروش میره. محبوبیتش پشمای همه رو میریزه و از انتظارات فراتر میره. اول از همه پشمای خودشو. داستان‌هایی مثل بوکوفسکی گل سرسبد داستان‌های آموزنده فرهنگ امروزی ما هستند. زندگی بوکوفسکی نماد رویای آمریکاییه.
مردی که برای چیزی که میخواد مبارزه میکنه، هیچ وقت بیخیال نمیشه و آخر سر به جسورانه ترین رویاش میرسه. احتمالاً همین الان هم دارن یک فیلم ازش میسازن. هممون عادت داریم که به داستانهایی مثل بوکوفسکی نگاه کنیم و بگیم دیدی؟ اون هیچ وقت بیخیال نشد، هیچ وقت تسلیم نشد، همیشه به خودش ایمان داشت، در مقابل همه سختی‌ها ایستاد، پافشاری کرد، از خودش یه چیزی ساخت. در نتیجه عجیبه که روی سنگ قبر بوکوفسکی نوشته تلاش نکن. با وجود فروش بی سابقه کتاب‌هاش و شهرتی که پیدا کرد، باز هم بوکوفسکی یک بازنده بود و این رو می‌دونست و موفقیتش نه به خاطر عزم جزمش برای برنده شدن، بلکه از این حقیقت ناشی می‌شد که می‌دونست یک بازنده است. این قضیه رو پذیرفت و بعد صادقانه در موردش نوشت. هیچ وقت سعی نکرد چیزی خلاف آدمی که بود باشه. هیچ نبود. نبوغ آثار بوکوفسکی در این نبود که بر ناملایمات و سختی‌های باور نکردنی زندگی چیره شد یا اینکه با تلاش فراوان خودش رو به عنوان یک ستاره درخشان در ادبیات مطرح کرد. اتفاقا کاملا برعکس، عامل موفقیتش این بود که میتونست کاملا و شجاعانه با خودش به ویژه تاریک‌ترین قسمت‌های خودش صادق باشه و بدون هیچ شک و تردیدی شکست‌های خودش رو با بقیه به اشتراک بذاره. ورژن واقعی قصه بوکوفسکی اینه. خودش رو به عنوان یک شکست خورده پذیرفته بود و باهاش اوکی بود. بوکوفسکی موفقیت رو به هیچ می‌گرفت. حتی بعد از شهرتش، وقتی به جلسات شعرخوانی می‌رفت، پاچه می‌گرفت و آدم‌ها رو با دریوری‌هاش تحقیر می‌کرد. توی کوچه و خیابون و ملای آن حاضر می شد و با هر زنی که پیدا می کرد رابطه برقرار می کرد. شهرت و موفقیت از چارلز بوکوفسکی آدم بهتری نساخت. آدم بهتری شدن هم چیزی نبود که اون رو مشهور و موفق کرد. معمولا رشد شخصی و موفقیت با همدیگه اتفاق می افتند. ولی این لزوماً به این معنا نیست که جفتشون یکی هستند. فرهنگ امروز ما به طرز وسواس‌گونه‌ای روی انتظارات مثبت قفلی زده که خوب غیر واقع گرایانه است. خوشحال‌تر باش، سالم‌تر باش، بهتر باش، بهتر از بقیه، باهوش‌تر، سریع‌تر، پولدارتر، بیشتر بهش حسودی کن، محبوب‌تر، عالی‌تر و خارق‌العاده و هر روز صبح همسر آماده به سلفی از دو تا بچت رو ببوس و با مازراتی جدیدت برو سر کار خفنه، جایی که هر روز مشغول انجام وظایف معناداری هستی، کارهایی که احتمالاً روزی دنیا رو نجات میده. ولی اگه یک لحظه وایستی و درست حسابی بهش فکر کنی، متوجه میشی که همه این پندهای سنتی در مورد زندگی و خوشبختی، همه این چیزهای مثبت و خوشحالی که هر روز توی کتابهای خودیاری و پستهای انگیزشی در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، همه روی چیزهایی که نداری فیکس کردن، روی چیزهایی دست گذاشتن که از دیدگاه خودت نقص‌ها و شکست‌ها و نقطه ضعفات هستن و بعد میاد اونها رو برات بزرگ می‌کنه. میری ورکشاپ سه روزه چگونه سریع پول دار بشیم رو، چون که حس میکنی به اندازه کافی پول نداری. جلوی آینه میستی و جمله های تلقینی رو تکرار میکنی که تو زیبایی، چون حس میکنی زیبا نیستی. کارهای مسکی رو انجام میدی که وانمود کنی موفق هستی، چون که حس میکنی همین الان به اندازه کافی موفق نیستی. و به طرز جالب و کنایه‌آمیزی این تمرکز روی مثبت‌گرایی، این قفلی زدن روی چیزهای بهتر و عالی‌تر، تنها خدمتی که به ما می‌کنه اینه که بهمون یادآوری می‌کنه چه چیزی نیستیم.
چه چیزی نداریم، چه چیزی باید می بودیم ولی نتونستیم بشیم. اما در نهایت هیچ آدم واقعا خوشحالی احساس نیاز نمی کنه که بره جلوی آینه و برای خودش تکرار کنه من خوشحالم، چون که خب خوشحاله و بس. به تگزاس یک ضرب المثل دارن که میگه کوچکترین سگ بیشترین سر و صدا رو داره. کسی که اعتماد به نفس داره احساس نیاز نمی کنه که ثابت کنه اعتماد به نفس داره. یک آدم ثروتمند احساس نیاز نمی کنه کسی رو قانع کنه که ثروتمنده. موضوع اینه که یا یک چیزی هستی یا نیستی، و اگه داری شب و روز رو در مورد چیزی رویا پردازی می کنی، پس داری بارها و بارها این واقعیت ناخودآگاه رو تقویت می کنی که تو اون چیز نیستی. همه آدم های اطراف، رسانه ها، تبلیغات میخوان باور کنی که کلید داشتن یک زندگی خوب اینه که شغل بهتری داشته باشی، یا یک ماشین خفن‌تر، یا یک دوست دختر خوشگل‌تر، یا یک وان پر از آب داغ با یک استرخ بادی برای بچه‌ها. همه دنیا مدام دارن بهت میگن که مسیر یک زندگی بهتر اینه که بیشتر 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 بخر، بیشتر داشته باش، بیشتر پول در بیار، بیشتر رابطه برقرار کن، بیشتر باش. مدام داری با پیام‌های بمباران میشی که ازت میخوان همیشه به همه چیز اهمیت بدی و برای همه چیز تره خورد کنی. برای یک تلویزیون جدید به آب آتیش بزن، برای داشتن تعطیلاتی بهتر از همکارانت به آب آتیش بزن، برای نورپردازی جدید حیات خونت به آب آتیش بزن، برای اینکه یک سلفی درست حسابی داشته باشی خودتو بکش. چرا؟ بذار حدس خودم رو بگم. چون به آب و آتیش زدن های شما برای کسب و کارها و سود شرکت ها خیلی خوبه. و اگر چه ما با کسب و کارهای خوب هیچ مشکلی نداریم، ولی داستان اینجاست که به آب و آتیش زدن ها برای سلامت روان خوب نیست. باعث میشه که به طور افراطی بچسبید به چیزهای سطحی و فیک و زندگیتون رو وقت به دویدن به سمت سرابهایی از خوشبختی و رضایت بکنید. کلید یک زندگی خوبی نیست که ترهای بیشتری خورد کنید، بلکه اینه که ترهای کمتری خورد کنید و ترهای اندکتون رو برای چیزهایی خورد کنید که درست و حسابی درون یافت و مهم هستن. چرخه بازخورد جهنمی. ذهن یک ویژگی عجیب و غریب و بدجنس داره که اگه بهش اجازه بدین میتونه کاری کنه رد بدین. بذار یه مثال برات بزنم ببین این اتفاق برای تو هم افتاده. مشکل کنترل خشم داری، در مورد کوچکترین و احمقانه ترین چیزها عصبانی میشی و هیچ ایده ای نداری که چرا. و این حقیقت که به این سادگی عصبانی میشی بیشتر عصبانیت میکنه، و وقتی توی این عصبانیت الکی هستی متوجه میشی که همیشه عصبانی بودن از تو یک آدم سطحی و کم عمق و دوست نداشتنی میسازه و تو از این قضیه متنفری، اونقدر ازش متنفری که از خودت هم عصبانی میشی. حالا به خودت یک نگاه بنداز، از خودت عصبانی هستی که از عصبانی شدن خودت عصبانی میشی. بیا این هم یک مشت محکم در مورد این که توی مهمونی با شخص خاصی مواجه بشی استراب داری. این استراب خیلی تو رو اذیت میکنه و حتی شاید فلجت کنه. بعد شروع میکنی به فکر کردن در مورد این که چرا اینقدر مضطربی. عالی شد، حالا از این که استراب داری مضطرب شدی، لعنت بهش، دوبل استراب. و خود این قضیه باعث میشه بیشتر و بیشتر مضطرب بشی. یک نفر یک پیک بده دست من. یا شاید اینقدر همیشه نگران این هستی که کار درست رو انجام بدی و مسیر درست رو انتخاب کنی که به خاطر این همه نگرانی نگران میشی. یا اینقدر در مورد هر اشتباهی که مرتکب میشی حس شرم عذاب وجدان به دست میده که در مورد این حس شرم
شرمگین میشی یا شاید اینقدر حس غم و تنهایی میاد سراغت که صرفاً با فکر کردن در موردش بیشتر غمگین میشی و احساس تنهایی بیشتری میکنی. به چرخه بازخورد جهنمی خوش اومدی. احتمال میدم بیشتر از چند بار گرفتارش شده باشی. شاید همین الانش هم در درگیرش باشی. یا خدا، من همیشه گرفتار این چرخه بازخورد لعنتی هستم. پس فاتحه خوندم. باید بس کنم. ای بابا، اصلا حس خوبی ندارم که به خودم بگم فاتحه خوندم. باید دیگه به خودم نگم فاتحه. دوباره همین کارو میکنم که میبینی. وای فاتحه خوندم، ای خدا فاتحه. آروم بگیر رفیق. باور کنی یا نه، این بخشی از زیبایی انسان بودنه. برای شروع بذار بهت بگم که حیوانات بسیار کمی روی زمین هستن که میتونن فکرهای معناداری از خودشون ببافن و استدلال کنن، ولی ما انسان‌ها این مزیت رو داریم که میتونیم درباره فکرهامون فکر کنیم. در نتیجه من میتونم در مورد تماشا کردن ویدیوهای مایلی سایریس در یوتیوب فکر کنم و فوراً به این فکر کنم که چه مریضی هستم که میخوام ویدیوهای مایلی رو توی یوتیوب تماشا کنم و به این میگن معجزه خودآگاهی. حالا مشکل اینجاست، جامعه امروز ما از طریق فرهنگ مصرف‌گرایی و شبکه‌های اجتماعی نگاه کن زندگی من از زندگی تو باحال تره، نسلی از آدم‌ها رو تحویل جامعه داده که معتقدن داشتن این تجربه های منفی، استراب، ترس، شرم و غیره اصلاً و ابداً اوکی نیست. منظورم اینه که اگه به اینستاگرام نگاه کنی میبینی که همه دارن تا دسته خوش میگذرونن و زندگی خفنی دارن. نگاه کن این هفته 7 نفر عروسی کردن و یک پسر 16 ساله برای تولدش یک کادوی خفن گرفته و یک دختر بچه 2 میلیون دلار در آورد به خاطر اینکه یک اپلیکیشن زده که به صورت خودکار برای دستمال توالت میاره وقتی که تمام میشه و همزمان تو روی کاناپه خونت نشستی داری لای دندونهای گربت رو تمیز میکنی و نمیتونی کاری بکنی جز فکر کردن به اینکه زندگی بیشتر از اونی که فکر میکردی فاتحش خونده. چرخه بازخورد جهنمی از ما یک سری بیمار روانی ساخته و به یک اپیدمی تبدیل شده. ما رو به موجوداتی مشوش، پر استرس، بیش از حد عصبی و به شدت متنفر از خود تبدیل کرده. احتمالاً قبلها وقتی پدر بزرگامون حال بدی بهشون دست میداد با خودشون فکر میکردن که یا خدا چه روز بدیه، عجب حال بدی دارم، ولی بی خیال فکر کنم زندگی همینه، برگردیم بریم سر بیل زدنمون. ولی الان اگه حتی برای 5 دقیقه حال بدی به دست بده با 350 تا عکس از آدمهایی که همیشه خدا و زندگی عالی و معناداری دارن بمبارون میشی و اینجوری غیر ممکن میشه این حس به دست نده که مشکل از خودته. این قسمت آخریش که ما رو تو دردسر میندازه، ما حال بدی بهمون دست میده که حال بدی داریم، احساس گناه میکنیم که احساس گناه میکنیم، از اینکه عصبانی هستیم عصبانی میشیم، از اینکه استراب داریم مضطرب میشیم. من چمه واقعا؟ به همین دلیله که به هیچ گرفتن اینقدر هم مهم و حیاتیه. به همین دلیله که قرار دنیا رو نجات بده و این کار رو با پذیرفتن این واقعیت میکنه که جهان به فنا رفته و این اوکیه، چون همیشه همین جوری بوده و همیشه همین جوری باقی میمونه. اگه حالت بدت رو به هیچ بگیری، چرخه بازخورد جهنمی رو دور میزنی و به خودت میگی من حال بدی دارم، ولی چرا باید به الکی باشه؟ و اینجاست که انگار با یک عصای جادویی تلسم شکسته میشه و دیگه از خودت متنفر نخواهی بود که حال بدی داری. جورج اول
می گفت برای دیدن چیزی که درست جلوی چشممونه باید تقلای زیادی بکنیم. راه حل استرس و تشویش ما هم درست جلوی چشمامونه. ولی اینقدر سرمون گرم تبلیغات برای چیزهای به درد نخوره که در عجبیم چرا الان در حال رابطه با یک داف قد بلند نیستیم. ما در مورد مصائب دنیای مدرن جوک می‌سازیم. ما یعنی گونه بشر در واقع قربانی موفقیت خودمون شدیم. مشکلات روانی، اختلالات اضطراب و کیس های افسردگی طی 30 سال گذشته رشد بی سابقه ای داشته، در حالی که همه یک تلویزیون LED توی خونمون داریم و غذامون دم در خونمون تحویلمون میدن. بحران ما دیگه مادی نیست، وجودیه، معنویه. اینقدر چیز نیست داریم، اونقدر فرصت دوربارمون ریخته که دیگه نمیدونیم چی رو به هیچ بگیریم و چی رو نگیریم. الان تون بی نهایت چیز هست که میتونیم ببینیم و بدونیم. پس بی نهایت راه وجود داره که بفهمیم نمیتونیم بروز باشیم، نمیتونیم بهشون برسیم، به اندازه کافی خوب نیستیم و اوضاع اونقدری که باید عالی باشه نیست و این از درون ما رو نابود میکنه. میدونی مشکل همه اون خزعبلات چجوری شاد زندگی کنیم که 8 میلیون بار فیسبوک و اینستاگرام پست میشه چیه؟ اینکه همیشه تجربه های مثبت بیشتری بخوای، به خودی خود یک تجربه منفیه و پذیرش تجربه منفی به خودی خود یک تجربه مثبته. این حرف ممکنه باعث بشه مخت یاتاقان بزنه. پس 1 دقیقه بهت فرصت میدم فکراتو جمع کنی و دوباره بخونیش. اینکه همیشه تجربه های مثبت بیشتری بخوای، به خودی خود یک تجربه منفیه و پذیرش تجربه منفی به خودی خود یک تجربه مثبته. اینکه تجربه مثبت بخوای یک تجربه منفیه. اینکه تجربه منفی رو بپذیری یک تجربه مثبته. این همون چیزیه که فیلسوف معاصر آلن واتس بهش میگه قانون تلاش معکوس. حرفش اینه که هرچه بیشتر به دنبال حال بهتر باشی کمتر راضی خواهی بود، چون به دنبال چیزی بودن در درجه اول این حقیقت رو تشدید میکنه که اون چیز رو نداری. هرچه بیشتر برای پولدار شدن لح بزنی بیشتر احساس فقر و کمرزشی میکنی، صرف نظر از اینکه چقدر پول تو حسابت داری یا نداری. حتی بیشتر بخوای رابطه داشته باشی و بخوای خواستنی جلوه کنی بیشتر خودت رو زشت می‌بینی، صرف نظر از اینکه ظاهرت واقعا چجوریه. هرچه بیشتر بخوای شاد و محبوب باشی تنهاتر میشی و نگرانتر، صرف نظر از اینکه چه آدم‌های اطرافت هستن. هرچه بیشتر بخوای از لحاظ معنوی به روشنگری برسی، در مسیر رسیدن به اونجا خودمحورتر و سطحی تر میشی. این قضیه مثل اون دفعه است که من روی LSD تریپ کردم و هر کی به سمت خونه قدم برمی داشتم انگار که ازم دورتر میشد. و خب آره، دارم از توهماتم روی اسید حرف میزنم که به یک نقطه فیلسوفانه در مورد شادکامی اشاره کنم. به هیچ گرفتن فکر میکنی چیه در موردم؟ همونطور که فیلسوف اگزیستانسیالیست آلبر کامو گفته و مطمئنم اون موقعی که اینو گفته روی LSD نبوده، هیچ وقت خوشبخت نخواهی بود اگر مدام دنبال مؤلفه‌های خوشبختی باشی. هیچ وقت زندگی نخواهی کرد اگر به دنبال معنای زندگی باشی. اگر بخوام ساده تر بیان کنم، تلاش نکن. الان میدونم چی تو ذهنت میگذره. مارک این چیزهایی که میگی موهای تنم رو سیخ کرده. ولی آخه پس اون شاسی بلند چی میشه که این همه براش پول جمع کردم؟ یا اون هیکلی که دارم براش از گشنگی میمیرم؟
اون خونه ویلایی که همیشه رویاشو داشتم، اگه همه اینها رو به هیچ بگیرم، به هیچ جا و هیچ چیز نمیرسم که. من نمیخوام اینجوری بشه که. خوشحالم که پرسیدی. تا حالا دقت کردی وقتی به چیزی کمتر اهمیت میدی توش عمل کرده بهتری داری؟ توجه کردی اون کسی که کمتر از همه روی موفقیت یه چیزی سرمایه گذاری کرده در نهایت بهش میرسه؟ دقت کردی وقتی چیزها رو به هیچ میگیری همه چیز درست میشه؟ دقت کردی مهمونی هایی که لحظه آخر بهشون دعوت میشی و وقت رفتن کمتر به خودت میرسی توشون قشنگتری و بیشتر بهت خوش میگذره؟ چیزی که در مورد قانون تلاش معکوس جالبه اینه که بهش میگن معکوس، چون به هیچ گرفتن عملکرد معکوسی داره. اگه پیگیری مثبت خودش منفیه، پس پیگیری منفی اثرات مثبت به بار میاره. دردی که در باشگاه به خودت تحمیل میکنی به سلامت و انرژی بیشتری منجر میشه. شکست‌های کسب و کاری چیزهایی هستند که شما رو به درک بهتر عناصر لازم برای موفقیت میرسونن. درست بودن و اعتراف به نقطه ضعفاتون باعث میشه که در نهایت پیش بقیه اعتماد به نفس و کاریزمای بیشتری داشته باشید. درد رویارویی صادقانه چیزیه که در روابط احترام و اعتماد ایجاد میکنه. رنج کشیدن از طریق ترس‌ها و استراب‌ها باعث میشه بتونید شهامت و تداوم رو در خودتون پرورش بدید. یک پاورقی مفصل از مترجم. ببین، از اونجایی که خودم از طرفدارهای فلسفه درد و رضایت فریدریش نیچه هستم، میخوام کمی در موردش براتون بگم، چون به نظرم الان وقتشه. نیچه اومد و گفت که بیشتر فیلسوف‌های قبل از من کله کدوهایی بیش نبودند و سرنوشت این گونه رقم خورد که من نخستین انسان شریف باشم. حالا چرا همچین ادعایی میکرد؟ چون میگفت فلاسفه همیشه اعتقاد داشتند که زندگی با فراست یعنی کاهش رنج، استراب، ناامیدی، خشم، خودخوارپنداری و غصه. ولی آخه این چه خزعبلاتیه؟ من فهمیدم که مسیر رضایت از رنج میگذره. اگه بخوام دقیق از خودش نقل کنم، تو میخوای که اگه ممکن هم باشه دیوانگی محض رنج رو حذف کنی. ولی ما چی؟ ما ترجیح میدیم رنج رو افزایش بدیم و اون رو به حد اعلای خودش برسونیم. یه جای دیگه برای دوستا و اطرافیانش اینطوری آرزوی خوشبختی میکنه. برای انسانهایی که برام اهمیت دارن آرزوی رنج، پریشانی، بیماری، زبونی و خاری میکنم. آرزو میکنم که با این حسها ناآشنا باقی نمونند و همه چیز رو تجربه کنند. ولی نیچه همیشه اینقدر طرفدار رنج کشیدن نبود. در واقع کاملا برعکس فکر میکرد. وقتی نیچه 21 سال داشت و دانشجوی دانشگاه لایپزیگ بود، یک روز که داشت توی یک کتاب دست دوم فروشی چرخ میزد، یک کتاب عجیب برداشت و به طور غریبی توجهش رو جلب کرد. کتاب رو آرتور شوپنهاور نوشته بود که 4 سال قبلش توی آپارتمانش در فرانکفورت از دنیا رفته بود. شوپنهاور با این کتاب، یعنی جهان به مثابه اراده و بازنمود دنیا، نیچه رو تغییر داد. شالوده حرفهای شوپنهاور یک همچین چیزی بود. انسان عاقل به جای اینکه دنبال لذت‌ها باشه، از دردها اجتناب میکنه. شوپنهاور میگفت دنیا الکیه، زندگی پر از درد و شرارته و آدم عاقل باید بره کنج خونش بشینه و خودش رو به هنر و کتاب و موسیقی و تنهایی سرگرم کنه. نیچه خیلی درگیر این زندگی شوپنهاوری شده بود
و با دوستای صمیمی خودش یعنی ریچارد واگنر و کوسیما واگنر عاشق شوپنهاور شده بودند و بین خودشون یک جور انجمن خصوصی شوپنهاور تشکیل داده بودند و شوپنهاور می‌خوندند و لابد کلی به دنیا بد و بیرا می‌گفتند و آدم‌ها رو مسخره می‌کردند. بعد از حدود 10 سال پیروی از فلسفه شوپنهاوری، یک سفر خفن به ایتالیا برای نیچه اتفاق افتاد و اونجا متحول شد. داستان از این قرار بود که خانم میان سالی به اسم مالویدا فون مایسون که عاشق هنر و فلسفه بود نیچه رو دعوت کرد بیلاشون توی شهر سورنتو. نیچه همراه با مالویدا و دوستاشون چند ماه کنار هم عشق و حال کردند، توی دریا شنا می‌کردند، غذاهای خوشمزه می‌خوردند، دور هم افلاطون و استندال می‌خوندند و دور آتش می‌رقصیدند. میگن در اون دوران نیچه خیلی سرزنده بود، با صدای بلند می‌خندید و سرشار از شادی بود و اونجا بود که فلسفه درد و لذت نیچه متحول شد و در نامه‌ای به واگنر نوشت: یه چیزی بهت بگم پشمات میریزه، تقریبا در مورد هر چیزی با شوپنهاور مخالف هستم. نیچه میگفت دیگه نمیخوام مثل یک گوزن خجالتی توی جنگل‌ها پنهون بشم. رضایت نه با اجتناب از درد، بلکه با تعبیر کردنش به عنوان یک گام طبیعی و اجتناب ناپذیر برای رسیدن به هر چیز رضایتمند دست یافتنی خواهد بود. علاوه بر اون سفر خفن، غذاهای خوب و هوای دو نفره ایتالیا، مطالعه زندگی و آثار آدم‌هایی مثل مونتنی، استندال و گوته روی این تحول نیچه اثرگذار بود. کسانی که نیچه بهشون میگفت ابر انسان، کسانی که زندگی رو تا تهش زندگی کرده بودند. این آدم‌ها نقاط مشترک زیادی داشتند: کنجکاو، از لحاظ هنری با استعداد، از نظر جنسی پرشور بودند. در کنار نقاط تاریکی که داشتند میخندیدند و بیشترشون میرقصیدند. نیچه میگفت برای داشتن یک زندگی رضایتمندانه این عناصر لازمه، ولی برای دستیابی به اونها حتما باید گاهی احساس بدبختی و رنج کنی. لذت و رنج اونقدر با هم همبافتن که اگر کسی یکیشون رو بخواد باید به همون اندازه دیگری رو هم تجربه کنه. پس باید انتخاب کنی. کمینه کردن درد و رنج یا بیشینه کردن درد و رنج به عنوان بهایی برای رشد لذت و رضایت. اگر اولی رو انتخاب کنی و بخوای میزان درد انسانی رو کم کنی، پس مجبوری ظرفیت شادی هم در خودت رو کم کنی. هر چیز با ارزشی در زندگی وقتی به دست میاد که تجربه منفی مربوط بهش رو پشت سر بذاری. هر تلاشی برای فرار کردن از تجربه منفی یا تفره رفتن ازش یا سرکوب کردنش باعث میشه که ترکش‌های انفجارش بره توی چشم خودت. فرار از رنج خودش یک نوع رنج کشیدنه. فرار از کشمکش خودش یک کشمکشه. انکار شکست یک شکسته. پنهان کردن چیزی که مایه شرمساریه خودش یک نوع شرمساریه. درد تار و پود جدا نشدنی از پارچه زندگیه و جدا کردنش نه تنها غیر ممکن بلکه مخربه. تلاش کردن برای بیرون کشیدن درد از زندگی همه چیزهای دیگر رو از هم باز میکنه. اینکه سعی کنی درد رو حذف کنی یعنی برای درد زیادی تر خود کردی، ولی عوضش اگه بتونی درد رو به هیچ بگیری دیگه هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه جلو تو بگیره. من خودم در زندگی برای خیلی چیزها تره خورد کردم. برای خیلی چیزها هم تره خورد نکردم.
و مثل جاده هایی که نرفتی همون تله هایی که خورد نکردی تو رو از بقیه جدا می کنن. احتمال داره شما هم توی زندگیتون کسی رو دیده باشید که در برهه از زمان به هیچ گرفت و بعد خیز برداشت و کارهای خفنی کرد. شاید توی زندگی خودتان هم بوده زمانی که به هیچ گرفتین و به جاهای خفنی رسیدین. برای من استفاده دادن از کار کارمندی بعد از 6 هفته و استارت زدن کسب و کار اینترنتیم بر سردر تالار مشاهیر به هیچ گرفتنام داره خودنمایی میکنه. به اضافه فروختن همه متعلقاتم و نقل مکان به آمریکای جنوبی به هیچ بود، نه فقط رفتنم و انجامش دادم. این لحظه های به هیچ گیری همون لحظه هایی هستند که زندگیمون رو تعریف می کنند و سرنوشتمون رو رقم می زنند. تغییرهای اساسی در مسیر شغلی، تصمیم خودجوش و یهوی بیرون اومدن از دانشگاه و پیوستن به یک گروه راک، تصمیم به این که بالاخره از اون دوست پسر تنبل جدا بشی. به هیچ گرفتن یعنی به عمق ترسناکترین و سختترین چالش های زندگی نگاه کنی و دست به عمل بزنی. به ظاهر کار سختی میاد ولی اصلا اینطور نیست. بیشترمون توی قسمت های از زندگی برای یک سری مسائل زیادی تر خورد میکنی، در حالی که اون شرایط واقعا شایسته اون همه تره نیستن. مثلا در مورد اون فروشنده گستاخ که بقیه پولمون رو با سکه های ریز و درش پستاد خیلی ترخورد میکنیم. وقتی سریالی که دوست داشتیم کنسل میشه خیلی ترخورد میکنیم. وقتی همکارمون ازمون در مورد این که آخرین هفته خفنمون چجوری گذشت نمیپرسه خیلی ترخورد میکنیم. در زم کفگیر حساب بانکیمون داره به تای دیگ میخوره. رابطه ها از ما دورند و ماتیلدا توی حموم داره متادون مصرف میکنه و هنوز حال ما به خاطر اون سکه ها بده و همه عاشق ریموند هستن نه من. ببین قضیه از این قراره، یک روز میمیری. میدونم که این یه چیز واضحیه ولی فقط خواستم احیانا اگه فراموش کرده باشی بهت یادآوری کنم. تو و هر کسی که میشناسی در آینده ای نه چندان دور زیر خاک خواهید بود و غذای کرم ها میشید و در این بازه زمانی کوتاه بین الان و اون آینده نه چندان دور تله های محدودی داری که خورد کنی. در واقع تله های خیلی کمی داری و اگه همینجوری بیفکرانه و بیمهابا بری این طرف و اون طرف و در مورد هر کسی و هر چیزی که سر راد قرار میگیره تره خورد کنی، خب به زودی به فنا میری. به هیچ گرفتن و تره خورد نکردن هنر رندانه ای رو میطلبه و اگه چه این قضیه ممکنه مسخره به نظر برسه و من هم یک آدم نچسب جلوه کنم، ولی چیزی که دارم در موردش حرف میزنم یاد گرفتن این مهارته که چجوری فکرامون رو اولویت بندی و روشون فیکس کنیم. این مهارت که چیزهای مهم رو از چیزهای بی ارزش تشخیص بدی و این کار رو بر اساس ارزش‌های انجام بدی که با صرف وقت و انرژی برای خودت ساختی و تراش دادی و سنباده کشیدی. و این خیلی کار سختیه. یک عمر تمرین و اراده بالایی میخواد و بارها شکست خواهی خورد، ولی شاید این ارزشمندترین کشمکشی باشه که هر کسی میتونه در زندگی بره سراغش. شاید این تنها کشمکش زندگی آدم باشه، چون وقتی زیادی تره خورد میکنی، وقتی برای هر کسی و هر چیزی تره خورد میکنی، حس میکنی که تا ابد استحقاق این رو داری که راحت و خوشحال باشی و هر چیزی باید همون جوری باشه که تو میخوای باشه. این یک بیماریه و شما رو از درون میخوره. اینجوری شما حد بدبیاری و یک ناعدالتی قلمداد میکنی. هر چالشی رو یک شکست، هر نارسایی رو یک مشکل شخصی
و هر مخالفت رو یک خیانت. اینجوری میشه که در جهنم خفتبار خودت که اندازش با جمجمت برابری میکنه میسوزی. آتیجش هم از خود محق بینی و سرصداهای تو ذهنت تغذیه میکنه و تویی که دورا دور چرخه بازخورد جهنمی میچرخی و به هیچ جا نمیرسی. هنر رندانه به تخم گرفتن، به هیچ گرفتن. بیشتر آدم ها وقتی به هیچ گرفتن فکر میکنن یه جور بیخیالی و انفعال نسبت به همه چیز میاد به ذهنشون. آرامشی که همه طوفان ها رو فروکش میکنه. اونها آدمی رو تصور میکنن که هیچ چیزی تکونش نمیده و برای کسی تره خورد نمیکنه. برای آدمی که توی هیچ چیز حس یا معنا پیدا نمیکنه یک اسم هست: روان پریش. اینکه چرا میخوای در زندگانی شبیه یک روان پریش باشی رو من هم نمیدونم. پس به هیچ گرفتن یعنی چی؟ بیای به سه تا رندی که میتونه در روشن کردن قضیه بهمون کمک کنه نگاهی بندازیم. رندی شماره 1: به هیچ گرفتن به معنای بی‌تفاوتی نیست، بلکه یعنی با متفاوت بودنمون اوکی باشیم. بیان رو راست باشیم. بی‌تفاوتی چیزی نیست که آدم بهش بنازه. آدمای بی‌تفاوت تنبل و بزدل هستن. اونا تنلش هستن. در واقع آدمهای بی‌تفاوت سعی می‌کنن بی‌تفاوتی پیشه کنن، چون در دنیای واقعی زیادی تله خورد میکنن. اونا براشون مهمه که بقیه در مورد موهاشون چی فکر میکنن. در نتیجه هیچ وقت خودشون زحمت نمیدن که بشورنش یا شونش کنن. اونها براشون مهمه بقیه در مورد ایدهاشون چه فکر میکنن. در نتیجه پشت ریشخند و طعنه و خودبرتربینی قایم میشن. در مورد اینکه کسی بهشون نزدیک بشه ترس دارن. در نتیجه خودشون رو یک مورد خاص و منحصر به فرد تصور میکنن که مشکلات زیادی داره و کسی اونها رو درک نمیکنه. آدمهای بی‌تفاوت از دنیای بیرون و از پیامدهای تصمیماشون میترسن. برای همین تصمیمات معناداری نمیگیرن. اونا توی چاله خاکستری و بی احساس که خودشون برای خودشون درست کردن قایم میشن. خودخواه و خودمدار هستند. همیشه دلشون به حال خودشون میسوزه و تا ابد حواس خودشون رو از این چیز ناخوشایند یعنی زندگی که کلی از وقت و انرژیشون رو میگیره پرت میکنن. اینجا لازمه یک حقیقت نهان در مورد زندگی رو بهتون بگم. چیزی به اسم به هیچ گرفتن نداریم. شما باید یک سری چیزها رو اهمیت بدید. این بخشی از بیولوژی ماست که همیشه به یه چیزی اهمیت بدیم و در نتیجه همیشه تلهی برای خورد کردن داشته باشیم. سوال اینجاست که پس برای چه چیزی تله خورد کنیم؟ داریم چه چیزی رو انتخاب میکنیم که براش تله خورد کنیم؟ و چجوری میتونیم برای چیزهایی که اهمیت ندارن ترهی هم خورد نکنیم؟ اخیراً یکی از دوستان سرش رو کلا گذاشت و پول زیادی ازش بالا کشید. اگه من بی‌تفاوت بودم شونه‌هامو بالا مینداختم، یک جرعه دیگه از قهوه‌ام میخوردم و یک فصل دیگه از سریالمو دانلود میکردیم و میگفتم ببخشید مامان جون. ولی در عوض برآشفته شدم، خیلی عصبانی بودم. گفتم نه مادر جان، گور باباش، یک وکیل میگیریم و دهن اون شارلاتان رو سرویس میکنیم. میدونی چرا؟ چون به هیچ، این آدم رو خون خراب میکنیم اگه مجبور بشیم. این یه جورایی اولین رندی به هیچ گرفتنه. وقتی میگم لعنتی رو نگاه کن، این مارک منسون اصلاً به هیچ نیست، منظورمون این نیست که این مارک منسون هیچی براش مهم نیست، بلکه برعکس منظورمون اینه که این مارک منسون در مواجهه با اهدافش به سختی‌های مسیر اهمیت نمیده
یا وقتی که یک کاری به نظرش درست، مهم یا خفنه، براش مهم نیست که توی مسیر بعضی ها رو عصبانی کنه یا بره رو مخشون. منظورمون اینه که مارک منسون از اونجور آدم هاست که با ضمیر سوم شخص در مورد خودش می نویسه، چون به نظرش کار درست اینه. مارک به هیچ می گیره. این خیلی قابل تحسینه، نه؟ خودم رو نمیگم ابله جان. چیزی که تحسین برانگیزه عبور کردن از مشکلاته و تمایل به متفاوت و یاقی بودن به خاطر ارزش‌های شخصی خود آدم، اراده به خیره شدن در چشم‌های شکست و نشون دادن انگشت وسط بهش. آدم‌هایی که سختی‌ها و شکست رو به هیچ می‌گیرن و براشون مهم نیست اگه چند بار آبروشون بره یا فاتحه بخونن تو خودشون، آدم‌هایی که میزنن زیر خنده و بعدش میرن سراغ کارهایی که بهش ایمان دارن، چون میدونن کار درست همینه، چون میدونن این کار مهمتر از اون خودشونه، مهمتر از حس و حالشونه و غرور و منیتشون. به اونها میگن گور باباش، نه به هر چیزی در زندگانی، بلکه به هر چیز بی ارزش در زندگی. اونا طرح‌هاشون رو برای چیزهای واقعا مهم نگه می‌دارن. دوست‌ها، خانواده، هدف، میرزا قاسمی و یکی دو تا پرنده و یکی دو تا پرونده در دادگاه. و از اونجایی که اونها طرح‌هاشون رو برای اندک چیزهای مهم و بزرگ زندگی کنار می‌ذارن، دیگران هم براشون طرح خورد می‌کنن. چون زندگی یک حقیقت نهان دیگه هم داره. شما نمیتونی یک حضور پررنگ، مهم و زندگی عوض کن برای عده‌ای داشته باشی بدون اینکه یک موجود خنده‌دار بی آبرو برای یک عده دیگه باشی. نمیشه، باور کن، چون سختی همیشه هست و غیر قابل انکاره. زندگی بی مشقت نداریم. هر جای دنیا که بری یک حجم 500 کیلویی اشغال انتظار تو میکشه، که خب هیچ اشکالی نداره. نکته این نیست که از این اشغال فرار کنی، بلکه اینه که اشغال مورد علاقه خودتو پیدا کنی و باهاش بر بری. رندی شماره 2، برای اینکه سختی رو به هیچ بگیری، اول باید به چیزی مهمتر از سختی اهمیت بدی. تصور کن توی یک بقالی هستی و داری یک پیرزن رو تماشا میکنی که داره سر فروشنده داد و بیداد میکنه که چرا اسکناس کهنه و پارپوره 500 تومنیش رو قبول نمیکنه. چرا این زن اینقدر به هیچ گرفته ماجرا رو؟ این که فقط 500 تومنه. الان بهت میگم چرا. چون اون پیرزن احتمالاً در طول روز کار بهتری جز جدا کردن اسکناس های کهنش از اسکناس های نوش نداره. پیر و تنهاست. بچه هاش مش عوضی آشغالن که هیچ وقت نمیان بهش سر بزنن. 30 ساله که رابطه ای نداشته. حقوق بازنشستگیش دوره های آخرش رو طی میکنه و احتمالاً توی پوشک میمیره، در حالی که فکر میکنه توی سرزمین عجایبه. پس اسکناس هاش رو از هم جدا میکنه. این همه چیزیه که داره، خودش و اسکناس های کهنش. این همه چیزیه که میتونه براش تره خورد کنه، چون دیگه چیز دیگه ای نیست که براش تره خورد کنه. در نتیجه وقتی اون پسرک صورت کردوش 17 ساله اسکناس 500 تومانی پیرزن رو قبول نمیکنه و داره سعی میکنه مثل شوالیه‌ای که از باکره شاهزاده حفاظت میکنه از اسمت صندوقش محافظت کنه، اونجاست که پیرزن واقعا جوش میاره. 80 سال تره‌های جمع شده مثل یک بهمن روی سر پسرک فرو میریزه. داستانهایی پر از گله و قر در ستایش. قدیما که اینجوری نبود، مردم احترام سرشون میشد و اینا. مشکل آدمهایی که تره‌هاشون رو مثل آقای سبزی خورد کنه سر کوچه برای هر کسی و هر چیزی خورد میکنن اینه که
چیز ارزشمندی ندارن که طرح‌هاشون رو بهش اختصاص بدن. اگه بارها مچ خودتو بگیری که داری زیادی طرح‌هات رو برای چیزهای جزئی و ناچیز خورد میکنی، مثل عکسی که دوست پسر قبلیت گذاشته اینسنا، یا اینکه چرا باتری کنترل تلویزیون اینقدر زود به زود تمام میشه، یا اینکه پیشنهاد شگفت‌انگیز دیجیکالا برای اون صندلی راحتی رو از دست دادی، این یعنی توی زندگی چیز ارزشمندی در جریان نیست که براش طرح‌هاتو خرد کنی. و این مشکل اصلی تویه، نه صندلی راحتی، نه کنترل تلویزیون. یک بار از یک هنرمند شنیدم که داشت میگفت وقتی آدم مشکلی نداشته باشه، مغز به صورت اتوماتیک راهی پیدا میکنه که مشکل ابدا کنه. من فکر میکنم چیزی که بیشتر مردم، مخصوصا آدمهای تحصیل کرده طبقه متوسط نازپرورده، مشکلات زندگی مینامند، یه جورایی اثرات جانبی اینه که در زندگی چیز مهمتری ندارن که نگرانش باشن. در نتیجه شاید پیدا کردن یک چیز مهم و معنادار در زندگی ثمر بخش‌ترین استفاده ممکن از زمان و انرژیشون باشه. چون اگه این چیز مهم و معنادار رو پیدا نکنید، طرح‌هاتون رو صرف مقاصد بی‌معنا و بی‌ارزش می‌کنید. رندی شماره 3، چه بهش آگاه باشید یا نه، همیشه در حال انتخاب کردن چیزهایی هستید که براش تره خورد کنید. مردم که همینجوری به هیچ دیر به دنیا نمیان، در واقع ما خیلی هم تره خورد کن به دنیا اومدیم. دیدی یک بچه به خاطر اینکه رنگ کلاهش دقیقا همون آبی کمرنگ که دلش میخواست نیست، زار زار گریه میکنه؟ آره دقیقا. فاتحه خوندم پس کله اون بچه. والا وقتی بچه تریم همه چی به نظرمون جدید و هیجان انگیزه و به نظر میاد همه چی خیلی مهمه. در نتیجه کیلو کیلو تره خورد میکنیم. برای هر کسی و هر چیزی تره خورد میکنیم. برای اینکه مردم در مورد ما چی میگن، اینکه آیا اون دختر یا پسر خوشگل که شمارمون رو گرفت بهمون زنگ میزنه یا نه، اینکه آیا جوراب هامون تابتا هستن یا نه، یا اینکه بادکنک های جشن تولدمون چه رنگی باشه. وقتی بزرگتر میشیم، به لطف تجربه و پاره کردن پیراهن های بیشتر به مرور زمان، کم کم متوجه میشیم که بیشتر اینجور چیزها تأثیر چندان ماندگاری روی زندگیمون ندارن. آدم هایی که نظرشون برامون مهم بود دیگه اصلا توی زندگیمون نیستن. وقت هایی که پس زده شدیم در واقع بهترین تأثیر رو روی ما گذاشتن. ما متوجه میشیم که چقدر آدم ها توجه کمی به جزئیات ظاهری ما معطوف میکنن. و اینجوری میشه که دیگه این چیزها خیلی نمیره رو مخمون. ما در مورد طرح هایی که میخوام خورد کنیم وسواس بیشتری به خرج میدیم. بهش میگن بلوغ. چیز خوبیه، بعضی وقتها امتحانش کن. بلوغ یعنی وقتی آدم یاد میگیره طرح هاش رو فقط برای چیزهای واقعی و واقعا با ارزش خورد کنه. و وقتی پا به سن میذاریم و وارد میانسالی میشیم، بعضی چیزها تغییر میکنه. سطح انرژیمون میاد پایین، هویتمون شکل میگیره. میدونیم کی هستیم و خودمون رو میپذیریم. از جمله اون بخشهای از خودمون که خیلی هم باهاش حال نمیکردیم رو میپذیریم و به طرز عجیبی این قضیه خیلی رهایی بخشه. دیگه لازم نیست برای هر چیزی طرح خورد کنیم. زندگی همینه، میپذیریمش هر جوری که هست با همه زگیل‌هاش. متوجه میشیم که قرار نیست درمان سرطان رو پیدا کنیم یا بریم کره ماه یا به نیکی میتاش دست بزنیم. و این اوکیه، زندگی ادامه داره. الان دیگه اندک طرح‌هایی که داریم رو برای قسمت‌هایی از زندگیمون کنار می‌ذاریم
که واقعا ارزششو دارن، خانوادمون، بهترین دوستامون. و به طرز عجیب و غریبی همین برامون کافیه. این ساده سازی به طرز عجیبی ما رو خوشحال و راضی نگه می‌داره و به این فکر می‌کنیم که شاید واقعا این یارو بوکوفسکی واقعا چیزی سرش می‌شد. تلاش نکن. خب مارک، پس این کتاب لعنتی چی می‌خواد بگه؟ این کتاب بهتون کمک می‌کنه کمی شفاف‌تر در مورد انتخاب هاتون، اینکه چه چیزی براتون در زندگی مهمه و چه چیزی مهم نیست فکر کنید. من معتقدم این روزها با یک بیماری همگیر روانی مواجه هستیم که دیگه آدم‌ها به نظرشون اوکی نیست و از این وقتا اوضاع بد باشه. چون وقتی باور پیدا می‌کنیم که اوکی نیست گاهی اوضاع بد باشه، اون وقت انگشت اتهام رو به سمت خودمون نشانه میگیریم. بعدش این حس در ما به وجود میاد که ما ذاتاً خرابیم و این باعث میشه به طرز اغراق‌آمیز این قضیه رو جبران کنیم. 40 جفت کفش برای خودمون میخریم. روزی 8 رول علف میکشیم. وسط هفته 1 زاناکس رو با نصف بطری ودکا میدیم پایین، یا اینکه اتوبوسی پر از بچه مدرسه ای ها رو تیربارون میکنیم. این اعتقاد که اوکی نیست گاهی ناکافی باشی منبع همین چرخه بازخورد جهنمیه که روی هممون سایه انداخته. ایده به هیچ گرفتن یک روش برای جهت‌دهی دوباره به انتظاراتمون از زندگیه و انتخاب چیزهایی که واقعا اهمیت دارن و چیزهایی که ندارن. تمرین کردن و تربیت کردن این مهارت به چیزی منجر میشه که من دوست دارم بهش بگم روشن ضمیری کاربردی. وقتی میگم روشن ضمیری منظورم یک موهبت ابدی، پایان تمام رنج ها و این دور چیزها نیست. کاملا برعکس، منظورم از روشن ضمیری کاربردی اینه که آقا بپذیریم که همیشه یک مقدار رنج هست و این قضیه اجتناب ناپذیره. این که هر کاری بکنی زندگی شامل شکست ها، از دست دادن ها، حسرت ها و حتی مرگ خواهد بود. چون وقتی شما با همه چیزهای بدی که زندگی به سمتتون پرت میکنه و قرار هم نیست کم باشه، اوکی بشید و بپذیریمش به طرز عرفانی، البته عرفانی سطح پایین، شکست ناپذیر میشیم. به هر حال فکر کنم تنها راه غلبه بر درد اینه که اول یاد بگیری چجوری تحملش کنی. این کتاب اصلاً به هیچ نیست که مشکلات رو کم یا دردهای شما رو تسکین بده و دقیقاً به همین دلیله که متوجه میشید این یک رویکرد صادقانه به ماجراست. این کتاب راهنمای رسیدن به کمال یا تعالی نیست و نمیتونه باشه، چون کمال توهمی بیش نیست که توی ذهن ماست. یک مقصد ساختگی خودمون رو مجبور میکنیم بهش برسیم، یه جور آرمان شهر روانی. در عوض این کتاب در هاتون رو به یک ابزار روان، زخم ها رو به قدرت و مشکلاتتون رو به مشکلاتی بهتر تبدیل میکنه. پیشرفت واقعی همینه. بهش به چشم یک راهنما برای رنج کشیدن نگاه کنید. برای بهتر رنج کشیدن، معنادارتر رنج کشیدن، با همدلی و فروتنی بیشتر، این یک کنایه در مورد حرکت کردن آهسته و پیوسته با وجود بار سنگینی که روی دوشته، راحت تر به صلح رسیدن با بزرگترین ترسات و خندیدن به اشکات وقتی که از چشمهای قشنگت سرازیر میشن. این کتاب قرار نیست یادتون بده چجوری به دست بیارید یا برسید، بلکه یادتون میده از دست بدین و بگذرید. بهتون یاد میده زندگیتون رو اسکن کنید و هر چیزی
جز مهمترین ها رو دور بندازین. بهتون یاد میده چشماتون رو ببندین و با اطمینان خاطر زمین بخورین و حالتون خوب باشه. بهتون یاد میده تله های کمتر خورد کنید. بهتون یاد میده خیلی تلاش نکنید.